خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم با یه ویدیوی جدید مخصوص زبان. تمامی کتابای زبانی که داشتم مطالعه میکردم یا در دستور مطالعه داشتم یا در پروسه مطالعه اون کتاب زبانا بودم رو اومدم دو تا آلبوم درست کردم، همشون قیچی کردم و به صورت کامپکت، به صورت یه آلبومی که به صورت کلاژ هست برای خودم گذاشتم. اگه بخواید نگاه کنید میبینید تمامی کتاب زبانایی که داشتم رو با توجه به قسمت‌های مهم بریدم گذاشتم توی این آلبوم ها. دو تا آلبوم انقدری شد. خب زخامت شما ببینید، اینجا اینه که به خودم گفتم که یه دونه دوره اینترمدییت تا ادوانس رو توی این گذاشتم، یه دونه هم سطح پیشرفته رو، کتابای سطح پیشرفتم رو یه مطالعه‌ای کردم، دوباره قیچیشون کردم، کلاش کردم، صفحات مهمشون رو این تو قرار دادم که نخوام تمامی اون کتاب‌هایی رو که دارم رو که هم ورکبوک بود هم بحث کتاب اصلیش بود به همراه حالا کتابایی که میتونستی توش پرکتیس بکنید و با خودم بیارم. و این شد که فقط و فقط دو تا آلبوم کاستماایز شده مخصوص خودم در زمان مهاجرت گذاشتم توی لاگیجم، چمدونم و اووردم. نمیتونم بهتون توصیه بکنم این کارو بکنید یا نکنید، این با خودتونه، ولی همونطور که میدونید توی چمدونتون نمیتونید خیلی چیزای سنگین با خودتون بیارین و خب کلا میشه گفت شما سه تا چمدون اصلی دارین، منطقی نیست که اون همه کتاب زبانو بخواید با خودتون بیارین. و من به ذهنم رسید که خب من که قبل از مهاجرت باید زبان رو مرور بکنم برای خودم و در کنار کلاس زبانی که میرفتم هر کتابی که داشتم که یا داشتم مطالعه میکردم یا داشت اون گوشه خاک میخورد و گفتم این یه فرصتیه که هم یه نگاه روزنامه‌ای بهشون بندازم، نکاتشون رو بردارم، دوباره با خودم مرور بکنم، همین که دو تا آلبوم خیلی خوب زبان برای خودم درست کنم که وقتی میام اینجا میخوام زبانم رو مرور کنم یا به یه گرامر نیاز دارم یا حتی میخوام زبان بخونم از این دو آلبومم فقط استفاده بکنم. این فقط و فقط به عنوان یه پیشنهاد به شما دوست عزیز، هر کی نظر خودشو داره میتونه کارهای مختلفی بکنه. اما بیام راجب زبان، راجب این که چجوری اینجا زبانه بهتر میشه و قبلش باید چه کارهایی کرد با هم صحبت بکنیم. من فقط تجربه شخصی خودم رو دارم به شما انتقال میدم. اتفاقی که بود، من وقتی که فهمیدم زمان زیادی ندارم، بیس زبانی خوبی هم نداشتم و حتی میتونم بگم ندارم و هنوز چالش زبانی رو دارم، اون روزا یه دوره فشرده تعیین سطح رفتم توی مؤسسه سفیر دادم و اونها به من پیشنهاد کردن از چه لولی شروع بکنیم. یادم اون موقع اینترمدییت بودم، آپر اینترمدییت، بعد رفتم که سر کلاس ها نشستم و چند ترم زبان رو خوندم تا سطح لول فکر کنم نزدیک ادوانس رو، زبان رو رفتم خوندم، آزمونا رو دادم و خب هر هفتم به خاطر اینکه همزمان کار میکردم و بعد برای چیزای دیگه هم آماده میشدم، یادمه که کلاس یک روز در هفتهش رو به صورت فشرده نوشتم. یعنی من هر هفته آخر هفته های کلاس زبان یک روزه میرفتم، ساعتش خیلی زیاد بود، فکر کنم 5 ساعته بود اگر اشتباه نکنم، و بعد تو طول هفتم اون 5 ساعتی که خوندم رو، اون 5 ساعتی که بهم درس دادن رو آماده میکردم تا جلسه بعدش. به شما پیشنهاد میکنم قبل از اینکه مهاجرتتون جدی بشه و خواستید بیاید اینجا، زبانه رو به یه جای خوبی برسونید، چون واقعا زبان خوندن در زمانی که مهاجرت کردین کار خیلی سختیه و فرصتهای خیلی کمی رو میتونید پیدا بکنید. این که میگن زبان تو سر کار یا توی محیط یاد میگیریم، بچه‌ها چرت و پرت به شما میگن، اصلا از این خبرها نیست. به خاطر اینکه با توجه به نوع کاری که دارید و محیطی که بهش اصطلاح میگن fast paced environment یا همچین چیزی بهش میگن، آره، یعنی محیطی که خیلی سریع همه چیز اتفاق میفته و شما فرصت زبان حرف زدن رو ندارید، توی محیط کارتون
خیلی کم پیش میاد که بتونید فری دیسکاشن داشته باشید یا بتونید یک مکالمه رو به صورت آزاد به جریان بندازید. توی محیط کار شما با جملات خیلی محدود و واژگان محدود مخصوص به کارتون در ارتباط هستید و این باعث میشه که سطح زبانیتون توی یک جایی گیر بکنه و حتی ممکنه اون چیزایی که قبلا خوندین هم یادتون بره. پس علاوه بر این که تو محیط کارتون سعی بکنید که با اون کاستومرها، مشتریها زبان حرف بزنید، تلاش بکنید در وقت آزادتون با دوستای خارجی که پیدا میکنید، با فضاهایی که میتونید امکان صحبت کردن انگلیسی به صورت آزاد رو به خودتون بدید، حتما سطح زبانیتون رو از یه حدی بالاتر نگه دارید و سعی کنید همیشه خودتون رو به روز نگه دارید. توصیه خیلی هم اینه که در روز سعی کنید یک یا دو لغت جدید یاد بگیرید، ولی من به نظرم بهترین راه حل اینه که آدم همواره خودش رو در معرض زبان قرار بده. من خودم مثلا دارم در حالی که ظرفا رو خونه میشورم، ظرفشور نداریم و ماشین ظرفشویی هم نداریم متاسفانه، من میام پادکست انگلیسی برای خودم پلی میکنم موقعی که دارم ظرفا رو میشورم، یه هدستم روی سرمه و موقعی که دارم اون یک ساعت، اون 40 دقیقه که ظرفا رو میشورم، پادکست زبان گوش میدم. و چی از این بهتر؟ لیسنینگتون تقویت میشه. اگر پادکست زبانتون در رابطه با یادگیری زبان انگلیسی هم باشه چه بهتر، یه سری لغات، یه سری از گرامرها، یه سری از نکات مهم و اصطلاحات مهم مربوط به زبان رو هم در زمانی که اون وقت ظرف شستنم، میگه وقت در واقع مرده‌ای به حساب میاد برای خودم، میتونم ازش استفاده بکنم. خیلیا که میان اینجا با سطح زبان ضعیف میان و تازه میگن وای حالا بیایم اینجا دنبال کلاس زبان باشیم برای خودمون که یک اتفاقی رقم بزنیم، باید بگم که کلاس زبانای اینجا مفت نمیارزه، پس دنبالش نباشید. کلاس‌های زبان اینجا بیشتر مخصوص بزرگسالاست، یعنی اگه بخواید به عنوان کسی که فردی بالغ هستید کلاس زبان ثبت نام بکنید، اون چیزی که تو کامیونیتی خودمون گیرتون میاد یا شاید کامیونیتی خارجی گیرتون بیاد خیلی بورینگه و به دردتون نمیخوره، امتحانش نکنید. پس اگر این آلبوم‌ها رو درست بکنید موقعی که می‌خواید صرف‌سازی داشته باشید هم راحت‌ترید، خیالتون جمع‌تره که خودتون میتونید زبان بخونید. داشتن دوست خارجی خیلی مهمه. کامیونیتی رو انتخاب بکنید که بیشتر خارجی زبان باشن. ما دوستای فوق‌العاده مالزیایی داریم، دوستای فوق‌العاده چینی، ژاپنی، کانادایی، حتی خود بچه کانادایی هم خیلی کول و باحالن، ولی خب زبان صحبت کردن باشون خود سخت‌تره و یه لول دیگه‌ای رو میخواد. این دوستای خارجی باعث میشه که اونا چون سطح زبانیشون به نسبت از شما یکم بهتره، یه شبیه شماست، شما بتونید که خوب صحبتشون رو متوجه بشید و ازشون یاد بگیرید. خجالت نمیکشید که جلوشون صحبت بکنید و خیلی راحت میبینید که سطح زبانی شما رو یه لول میارم بالا. و چی از این بهتر؟ سعی کنید انگلیسی فکر کنید، جلوی آینه سعی کنید انگلیسی صحبت بکنید. اسپیکینگ فقط و فقط با دهانه که تمرین میشه. شما نمیتونید لیسنینگتون رو قوی بکنید و توقع داشته باشید که زبانتون هی همینطوری راه بیفته. چاره ای جز صحبت کردن و فشار برای اینکه خودتون رو وادار بکنید که صحبت بکنید نیست عزیزان من. پس اسپیکینگ رو خیلی جدی بگیرید، چون برای گرفتن کارتون اینترویو اسپیکینگ یک جورایی نقطه قوت شماست و اینکه شما با اعتماد به نفس برید که اون کار رو بگیرید برای خودتون. حتما و حتما منو دنبال بکنید، ویدیوهای قبلی رو هم ببینید، سابسکرایب بکنید، لایک، شیر. ممنونم گایز، تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.